آقای مسجد جامعی، یکی از سوالاتی که شاید برای خیلی پیش بیاد این که در زمان جدایی بحرین چرا خیلی از روشنفکرها سکوت کردن و در این مورد صحبتی نکردن؟ بالاخره بحرین یکی از استانهای ایران بود، تو نقشه‌های جغرافیایی هم بود و این که از ایران جدا میشد یکی سیاست‌های رسمی بود. خب بله، از سیاست‌های رسمی هم انتظار می‌رفت بعد 28 مرداد دست کم به هر حال یه دینی سلطنت نسبت به کسانی که در روی کار آمدن پهلوی نقش داشتن داشت و خب این سیاست ها طبیعی بودش که منبعات اونا رو توی خلیج فارس عرض کنم برش مهم باشه و بعد در برابرش نیست. توش این برای من مهم بود که بالاخره احزاب مختلف که در اون موقع وجود داشت هیچ اعتراضی نکردن. البته پانیر ریستا تو مجلس 3 تا 4 تا نماینده داشتن، یه مدت محدودی یه فعالیتی داشتن ولی یک بار اونا چیز شدن، ساکت شدن. ولی خب ما خیلی شخصیت ها و روشنفکرهای ملی داشتیم، شخصیت های مستقل داشتیم، روشنفکرها بودن، روحانیان بودن، اینا هیچ عکس العملی من ندیدم ازشون و حتی تو خاطراتشون هم نیستا مثلا اینو شما تو خاطراتی که تا حالا منتشر شده به این مسئله پرداخته باشن، برایشون مهم باشه. تلقیم اینه که شاید اونا مثلا شاه رو و ایران رو یکی میدونستن و مثلا میگفتن که به هر حال حالا یه قسمتی از ایران هم جدا بشه یعنی تضعیف شاه بوده. و رجبین یه مطلبی هم نوشتم، یعنی بقید خب بسیم اینقدر عجیب بود که گفتم اگر کسی خلاف این رو سراغ داره پیام بکنه، یعنی موزه گیری بود. بعد یه دوست محترمی من تماس گرفت و مثلا تشکر کرد و در این حال یادآوری کرد که یک شخصیت مستقلی توی این مورد موزه گرفته، اونم مرحوم دارش فروهر بوده. این سندش رو از کتاب مرزهای ایران یکی از محققین معاصر گفت که این رو ایشون نوشته و این کتاب رو من دیدم در پاورقیش اشارهی به این مطلب داشت که مرحوم فروهر در همون موقع موزگیری کرده. موزگیریش از نوع موزگیری پانیرستان مجلس نبوده، چون اونا اعتراضی کردن، خب اونم به هر حال مقتنمه، ولی بعد دیگه همه چیز به روال عادیش برگشت، اونم نمایندگیشون ادامه دادن. اعتراض مرحوم فروهر موجب میشه که اون رو بازداشت میکنن و 3 سال زندان میره و بعد حزب ایران که از مجموعه اون بوده اون هم باز اعتراض رو ادامه میده، اون هم باز یه عده‌ای به خاطر همین عرض کنم زندان میرن و واقعا نقطه افتخاری است واسه این شخصیت بزرگوار که تو اون شرایطی که همه سکوت کرده بودن اعتراض میکنه. بعد اطلاعات بیشتری که کسب کردم ظاهرا اون اطلاعیشو با به اصطلاح اون وقتا خب اطلاع رسانی اینا این شبکه‌های این گونه که نبوده، روی برگ سفیدی منعکس میکنه، با آب پیاز مینویسه، بعد اونو وقتی زیر نور بگیرن خونده میشه و به پاریس میفرسه و اونجا برخی این اطلاعیه رو دسترسی پیدا میکنن و تکثیر میکنن. ولی به هر حال این سوال به طور جدی وجود داره که در جدا شدن بحرین از ایران، حالا حکومت که جای خود داشت، ما نمیبینیم کسی عکس العملی داشته باشه و جای عرض کنم خوشحالیست که دست کم یه شخصیت بزرگواری مثل آقای فروهر در این زمینه موضعی گرفته بود و به هر حال یه چنین چیزی ثبت و ضبط شد. من هنوز البته اون نامه رو پیدا نکردم ولی قطعاً بوده و امیدوارم که یه روزی حق این مرد بزرگ به جهات مختلف ادا بشه و به این نکات توجه بشه. آقای مسجد جامعی، این نوع موضعگیری ها و نبودشون چقدر میتونه روی آینده ایران و شرایطی که داشتیم تاثیرگذار بوده تو این سال ها؟ این بهتونم خیلی چیز مهمیه، بس خود من سوال جدیه، بس همینم این رو طرح کردم و نوشتم که و روزم ایران چاپ کرد. منم برام عجیبه که یه چنین اتفاقی
مثلا میفته و خیلی در کمال سکوت و اینا برگزار میشه و اعتراضی نمیشه و خب واقعا ضربه، یعنی ما به هر حال دوره قاجار که معلومه بالاخره ما بخشای از کشورمون رفت، دوره پهلوی خب یه چنین استانی رفت و این حساسیت های تاریخی بهش توجه بشه، یعنی باید یه توجه عمومی بشه که به هر حال همیشه تاریخ عبرتی هم هست.